درود و سلام های گرم به شما همراهان عزیز و گرامی. من مهناز غزلو هستم و امروز یک شنبه 28 مرداد 1403 برابر با 18 آگوست 2024 با شما هستم. امروز میخوایم با مهمانان عزیزی که داریم به موضوع موانع رهبری سیاسی زنان در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی بپردازیم، که اساسا چند زن به لحاظ آماری در ساختار قدرت تونستن جایگاه بالایی رو تو سیاست گذاری بگیرن و ایدئولوژی و رویکرد نظام جمهوری اسلامی با توجه به اینکه منوط است به ولایت فقیه اساسا چه اقداماتی تو این زمینه به سرسازی لازم کرده و زنانی که تا کنون در واقع به مقامات بالا رسیدند یا به هر حال تو سیاست رسیدن تو اون ساختار قدرت با چه معیارهایی بوده. مهمانان عزیز برنامه امروز خانم ها مریم دهکردی، روزنامه نگار و تحریری ایران وایر از ترکیه، و خانم آیدا قجر، خبرنگار ارشد ایران وایر از فرانسه، و خانم فاطمه فناییان، روزنامه نگار و فعال حقوق کودک از ایتالیا با ما هستند. بسیار خوش آمد میگم به تک تک مهمانان عزیز این برنامه و تشکر میکنم از اینکه دعوت منو برای حضور در این برنامه پذیرفتید. از خانم مریم دهکردی شروع میکنم. خانم دهکردی، ضمن خوش آمدگویی به شما، محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور گفته جامعه ما از نظر روانی آمادگی پذیرش رهبری زنان رو نداره. این ادعا رو شما چگونه ارزیابی میکنید و تا چه حد با واقعیت جامعه ایران به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و در میان واقعا مردم تا چه حد تطابق داره؟ درود بر شما و سلام میکنم به همکاران عزیزم که مهمان برنامه هستن. ببینید، آقای عارف به عنوان یکی از چهره‌های شاخصی که در واقع در جریان اصلاح طلبی دست کم در طول 30 سال گذشته اثرگذار بوده در جامعه ایران، باید واقعا از خودش سوال بکنه که چرا به عنوان یک جریانی که مدام در واقع به دنبال اعمال تغییر و اصلاح در ساختار سیاسی ایران بوده، هنوز یک همچین ادعایی رو مطرح میکنه. و اگر واقعا یک چنین روی کرد و نگاهی وجود داره و به نظرش هنوز جامعه به لحاظ روانی آماده پذیرش رهبری زنان نیست، چقدر این ماجرا قصورش به او و جریان همفکر او برمیگرده که مدعی در واقع اصلاح ساختار در چارچوب جمهوری اسلامی بودند. اما از اینکه بگذریم، واقعیت این است که باید اول بررسی بکنیم ببینیم آقای عارف درباره کدوم جامعه صحبت میکنه. ما یک جامعه یک دسته همگن در ایران نداریم که بتونیم از در واقع اون رو نمایندگی بکنیم و بگیم که کل جامعه ایران چنین نظری داره، نه تنها در ارتباط با رهبری زنان، درباره هر مسئله‌ای که میخوایم در ایران صحبت بکنیم باید حواسمون باشه که این جامعه چقدر متکثره، چقدر از نظر ایدئولوژی متفاوته، چقدر به لحاظ در واقع باورهای ساختاری درباره مسائل اجتماعی، درباره حوزه‌های اقتصادی چقدر متفاوت فکر می‌کنه. و بعد بیایم بگیم که بله، گروهی از مردم در ایران طبیعتاً وجود دارن که با رهبری زنان زاویه دارن و مشکل دارن. حالا یه بخشش به لحاظ روانی هست، فکر میکنن که اگر زنان بالا دستشون قرار بگیرن بر اساس تعاریفی که در طول سده ها به خوردشون داده شده و قرنها این هی باز تولید و تکرار شده، چیزی از اونها کم میشه. لزوما هم مردان نیستن، بسیاری از زنان هم هستن که فکر میکنن زنان نسبت به مردان توانایی کمتری در رهبری برای موارد خاصی دارن. اما واقعیت این است که اینطور نیست. یعنی ما اگر فقط به تحولات جامعه ایران در 2 سال گذشته نگاه بکنیم و ببینیم که زنان چگونه در همه ابعاد جنبش زن زندگی آزادی که رخ داد، از لحظه شروعش تأثیرگذار و نقش‌آفرین بودند تا زمانی که به اوج خودش رسید و تا حضور اقشار مختلف زنان، بدون اینکه بخوایم در جغرافیا ما استثنایی قائل بشیم، از دورترین روستاهای سیستان و بلوچستان در شرق ایران تا جنوب ایران تا شمال ایران تا مرکز، همه زنان از کوچک تا بزرگ در این در واقع فرایند حضور داشتند و به شکل مؤثر هم حضور داشتند. همچنان هم
با وجود اینکه بسیاری از مردان جامعه بازگشتن به زندگی های عادیشون و تقریبا ما دیگه اثری از اونها در کنش های اجتماعی نمیبینیم، همچنان زنان هستند که دارن هزینه پرداخت میکنن. چرا؟ چون دارن یک جنبشی رو نمایندگی میکنن که هدف و مسئله شون هست. بنابراین من شخصا که اصلا همراه نیستم با اون چیزی که آقای عارف گفت، ولی گمان میکنم که بخش بزرگی از جامعه هم اینطوری فکر نمیکنن و ایشون باید مشخص کنه که درباره کدوم بخش از جامعه ایران داره حرف میزنه. بسیار ممنون. و حال این بحث جنبش زن زندگی آزادی حداقل باید اینجا به طور خیلی برجسته باید نشون میداد که مردم هژمونی زنان رو و رهبری زنان رو پذیرفتن. بسیار متشکرم از شما خانم آیدا قجر. صحبت های خانم دهکردی رو شنیدیم که از زاویه نگاه یک از مقامات جمهوری اسلامی به فرهنگ جامعه یا اینکه از روانی های آمده هستن یا نیستن نگاه کردیم. اما سوال این استش که موانع ساختاری در جمهوری اسلامی به لحاظ سیاسی ایدئولوژیک برای منع حضور زنان تو قدرت رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ من هم سلام میکنم خدمت شما، همکاران عزیزم که مهمان برنامه هستن و همینطور بینندگان عزیز برنامه تون. ببینید، ما اگر بپذیریم که ما وقتی با جمهوری اسلامی مواجه هستیم، یعنی با یک سیستم و ساختار سیاسی ایدئولوژیکی مواجهیم که این در واقع مرد سالار، پدر سالار و زن ستیز هستش و البته دیگر جنسیت ها ستیز، همینطور بچه های در واقع رنگین کمانی یا کویر ستیز همینطور، و صرفاً بر اساس اون ایدئولوژی و باوری فعالیت میکنه که خودش رو در واقع پیروان شیعه میدونه که از ملت تبدیل کردش جامعه ایران رو، در ادبیات و در نوع پروپاگاندا و تلقین سیاسی و ساختاری که ساخت به یک امت اسلامی. برای همین تمامی اهداف این نظام، این سیستم، این ساختار و افرادی از جمله حالا مثال آقای عارف بود، البته اثرگذار من نمیدونم در چه جهتیشون اثرگذاری داشتن کلا، ولی ایشون یکی از اون سیستم هست. ما با یک سیستم و یک جریان قدرتمند که ثروت، دست منابع تولید ارزش مثل سیستم آموزشی، رسانه‌ها، روزنامه‌ها و همه اینا رو در اختیار خودش داره و سلاح داره و مسلحه و تمامی اینها در خدمت ارزش‌های خودشه. ارزش خودش چیه؟ که این امت، که امت سرباز مردانه، سرباز مردانه. من یادم در در لبنان بودم، یکی از این خانواده هایی که مبارز بود در جهت حزب الله لبنان و در واقع تو خونهشون عکس آقای خامنه ای و اون موقع خب آقای احمدی نژاد بود، اون دوره که من بودم اونجا مدتی، و در مرز با اسرائیل که بود میگفت که من فرزندانم، من پسر میارم که شهید بشه برای امت اسلامی، دختر میارم که پسر بزاد که بره شهید بشه در اون خدمت. یعنی یک سیستم کاملا شکل داده شده که روش کار میشه و تغذیه میشه. این سیستم چیه؟ این یک سری اقلیت حاکم داره که قدرت به معنی ثروت و سلاح و منابع تولید ارزش در اختیارشه و داره تبلیغ میکنه این رو، به خورد آدم ها میده، پرورش میده. یه سیستم که حتی مثلا دانشگاه های مخصوص خودش رو داره که کسانی وارد دولت میشن که در اون ساختار، اون سه تا دانشگاه اصلی که شیعه فقط میپذیره اونها رو، و البته رانت های بسیاری از رانت های معمول هم داره، اونها رو به سرگروه های این ساختار سیاسی و سیستم تربیت بکنه و وارد بازار کارش بکنه. قانون را داریم و دستگاه قانونگذاری رو داریم که قوانینش همواره ضد زن بوده و سالها ساله تلاش میشه راجع به این موضوع. جنبش زنان ایران تونست بعد از تلاش های بسیار سن ازدواج کودکان دختر از 9 سال به 13 سال برسونه. قانونگذار باز راه فرار گذاشت بر اساس تشخیص حاکم شهر یا بر اساس مجوز پدر. یعنی همچنان زن رو در سیستم قانونی خودش و آنچه که اعمال میکنه او رو میخواد حذف کنه، چون این ساختار و این سیستم کلن بنای خودش رو حذف دیگریه. حالا یک بخش عمده از این دیگری زنهایی هستن که به هیچ عنوان این ایدئولوژی روحانیت سنتیگرا حاضر به پذیرش اون است که یک زن بیاد برای او تصمیم گیری بکنه. بر همین او رو از سیستم تصمیم گیری عقب میرونه، از نظر قانونی، از نظر فکری و پروپاگاندایی که داره و محدودیت بسیار دیگه که داره برش. مثلا شما فرض کنید زن کارگر گروه اتنیکی که در مثلا
شهرهای نه تهران یا اصفهان یا شهرهای بزرگ در حواشی مرزهای ایران زندگی میکنه. او به هیچ عنوان قدرت این، یعنی بهش اجازه داده نمیشه. در خیلی از این در واقع سبک‌های زندگی، محدودیت‌های خانوادگی، قوانین خانوادگی، چون ببینید ما در نه فقط جمهوری اسلامی، ما در ایران حتی یک ماه هم ما دموکراسی نداشتیم که فرهنگ سازی بشه، اون هم بر اساس زنان، یعنی بر اساس حقوق برابر جنسیتی. حالا حتی جامعه کوی رو من کنار میذارم که خیلی خیلی تبعیض‌ها و خشونت‌ها علیهشون بیشتر هستش. برای همین وقتی اینها رو کلا کنار میذاره و در تصمیم‌گیری دخالت نمیده، مگر آنکه به استثناء افراد رو بر اساس معیارهای خودش بپذیره، به راحتی تونسته نیمی از جامعه رو تحت قیمومیت خودش و در واقع تحت کنترل خودش قرار بده. در نتیجه این اگر سیستم حسابش بکنیم، حالا الان با رهبری آقای خامنه ای، قبل از ایشون آقای خمینی که فرمانده کشتارهای بسیاری بودن از ابتدا تا وقتی که زنده بودن، این سیستم به طور کلی حاضر نیست و تمام نهادها و ارگانهای خودش رو که باید فرهنگ سازی کنه بر اساس فرهنگ زن ستیزی میاره بالا و اجازه نمیده که در اون سطح رهبری قرار بگیرن. متشکر از شما. همینطور که گفتید اینا بحثشون هم صرفا زن به صورت جنسی فیزیکی هم نیست. خب دیدیم که یکی از فرمانداران شهر قدس بود، خانم لیلا واسقی، که در جنبش زن زندگی آزادی یا یکی از، اگر اشتباه نکنم، در یکی از این جنبش های مردمی دستور شلیک به مردم داده بود و به هر حال در مصادر بالای قدرت هم. متشکر. خانم فناییان، علی خامنه‌ای تو سخنان خودش به ویژه وقتی دیدار داره با زنان، البته خب اون زنان هم طیف امت حزب الله است که خانم قجر تعریف کردن، وقتی که با دیدار با اونا داره، به خصوص توی اون به اصطلاح دیدارهای عمومیش، اعلام میکنه که هیچ مشکلی برای حضور و مشارکت زنان تو مشاغل مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره نیست و محدودیت هم زنان ندارن. اما ارزیابی شما دقیقا از این ادعا در برابر آنچه که به طور واقعی ما داریم میبینیم تو این 40 و بیش از 45 سال چیه؟ من هم سلام عرض میکنم هم به شما هم به همکاران عزیزم که اینجا هستند و هم بیننده ها. آقای خامنه‌ای گرچه همین ادعایی که الان شما فرمودید رو کرده که هیچ محدودیتی در واقع برای زنان وجود نداره برای اینکه در مشاغل مختلف در ایران به کار گرفته بشن، اما از اون طرف هم به کرات روی ارتقا و ترویج نقش مادری و خونه‌داری زنان تاکید کرده. گرچه تو صحبت‌هاش جاهای مختلفی گفته که اگه زنان شایسته و مجربی باشند میتونن برای مشاغلی مثل وزارت در واقع مناسب باشند و از نظر اسلام این مشکلی نداره، اما از اون طرف هم باور به مفهوم برابری و عدالت جنسیتی حمله کرده، اون رو یه مفهوم غربی دونسته و گفته که در واقع این مفهومی است که غربی ها ساختن برای اینکه اون جایگاه و منزلتی که به زن اون برای زن وجود داره رو ازش بگیرن و اون رو تحقیر کنن. در واقع در بیشتر از این چهار دهه گذشته ایدئولوژی جمهوری اسلامی اولویتش در واقع اولویت دادن به نقش زنان به عنوان در خونه، به عنوان مادر و همسر بوده. یه نگاه کلی هم اگه داشته باشیم به اونجه که تو این 40 سال به زنان گذشته و میزان حضور و سهمی که اونها به رغم تمام تلاش هایی که داشتن و کارهایی که انجام دادن تونستن در جمهوری اسلامی نصیب خودشون بکنن و بگیرن، این بوده که این حرفای چنین مثل حرفای الان آقای خامنه‌ای فقط یک نمایشه. حالا این نمایش رو در واقع راه میاندازن گاهی برای خارج و گاهی برای داخل ایران که به این ترتیب بگن اگر وقتی که اعتراضی میشه به این حضور کمرنگ و حضور کم زنان در واقع کارهای مدیریتی، بیاد بهشون با اتکا به این گفته ها به اونها نشون بدن که نه، ما اگر مخالفتی وجود نداره و اگر که اونها نیستن به خاطر انتخابشون بوده و نه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در واقع مخالفتی داشته. گرچه این روندی که الان پیش گرفته در این چند سال اخیر، این نمایش ها رو هم در واقع از اون رنگ و لعابی که قبلا داشتن خارج کرده، دیگه جاذبه چندانی نداره. این روند تهاجمی که تو برخورد با زنان در خیابان تو همین 2 سال اخیر داشته،
در واقع دست اون رو تا حد بیش از پیش رو کرده برای چه داخل و چه خارج و خیلی از خانواده هایی که حتی پیش از این به لحاظ به خصوص توی این موضوع زنان همراه بودن با جمهوری اسلامی، بعد از این اتفاقاتی که افتاد تعداد زیادی جدا کردن راهشون رو و احساس کردن که نه اون چیزی که اونها در واقع در موضوع زنان میخوان همراه نیست با جمهوری اسلامی و این برخوردهای خشنی که در واقع داره با زنان صورت میگیره. به طور کلی به نظر میاد اون چیزی که الان مهمه اون کارنامه عملی هست که ما از جمهوری اسلامی میبینیم، اون چیزی که بیشتر بهش نگاه میشه اون کارنامه عملی هست که از کودکی دختران رو در واقع با فشارهای زیادی همراه کرده. اگه بخوایم ببینیم از همون ازدواج‌های اجباری و ترک تحصیل‌های اجباری که براشون بهشون در واقع اجبار شده تا جلوتر بیایم این محدودیت هایی که در واقع محدودیت قانونی که برای قضاوتشون هست برای اینکه نمیتونن وارد رقابت های ریاست جمهوری بشن و همه اینها در جهتی که جمهوری اسلامی تلاش میکنه اون مفهوم خودش رو از زن ایرانی مسلمانی که از ابتدا سعی کرده به وجود بیاره همچنان نگه داره. بسیار متشکرم. و ظاهراً بر اساس برآوردهای اجتماعی که داده میشه زنان حتی کسانی که گرایش هم دارن به نظام خیلی ریزش کردن و از اونها فاصله گرفتن. خانم قجر شما هست که چیز مطلبی میخواستم بگید؟ بله، من میخواستم اگر امکان دارد در تکمیل صحبت خانم فنایان فقط یه مثال بزنم در ارتباط با پرسش شما، بعد سوال بعدی رو بخوایم مطرح کنیم. به عنوان یک مثال، یعنی ادعاها میتونه شعارهایی باشه که خیلی هم عوام فریبانه باشه، به دروغ باشه، اون به قول معروف حناشون هم دیگه رنگی نداشته باشه، ولی وقتی پا میاد روی زمین و در سیستم مثلا کار نگاه میکنین، یک مثال کوچیک فقط میخوام بزنم. آقای میرسلیم که کاندیدای در واقع ریاست جمهوری دوره‌ای قبل بودن، ایشون در واقع یکی از چهره های اصلی هستن که مثلا خودروی ایران بهشون وصله و ایران خودرو و کارخونه هاش. من یادمه که خودم از اینجا تماس گرفته بودم، من که باورم نمیشد، مگه میشه هیچ زنی رو شما قبول نکنین؟ تماس گرفته بودم برای یکی از گزارش ها و تحقیقایی که داشتیم و میگفتن شما میتونین این پرسشنامه رو پر کنین برای اینکه وارد بازار کار در ایران خودرو بشید، اما پذیرفته نخواهید شد چون زن به هیچ عنوان اجازه نداریم که راهش بدیم، به خاطر اینکه این کار سنگینه در توانمندی زنان نیست. برای همین اگر مثال ها و چیزایی که زیر نظر این عناصر جمهوری اسلامی هست رو بریم توش رو نگاه کنیم که دقیقاً چه سیستمیه، سیستمیه که حتی اگر رو کاغذ هم بگن جنسیت که دو جنسیت زن و مرد هستش، در عمل هیچ وقت اتفاق ممکنه که نیفته در برخی از مثال بسیار خوبی زدید، چون در رابطه با ریاست جمهوری هم همین داستانه داره. بسیار رجل سیاسی نمیگن صریحاً که زنان نمیتونن، ولی عملا هیچ وقت یک صلاحیت یک زن به تصویب یا به تایید نرسیده. خانم دهکردی، سال بعدی با شماست. علارغم اینکه مسعود پزشکیان وعده وزارت زنانی چند رو داده، یعنی گفته من چند زن رو، و حتی آقای ظریف که در کنار او شورای رهبری انتخابی همچین چیز رو با خودش داشته، اعلام کرده بود که اگر زنی کاندید بشه 10 امتیاز مثبت به اون داده میشه، ولی الان میبینیم که تنها یک زن رو در واقع اعلام کردن، معرفی کردن که قرار به صلاح بحثش توی مجلس برده بشه. و اون وقتی که معرفی کردن 2 سال پیش خانم فرزانه صادق رو، خیلی از نماینده مجلس اصلا سر صدا کردن، به شدت مخالفت کردن و در واقع با وزارت یک نفر، حتی یک زن. علت این مخالفت ها از نظر شما چی بوده؟ چرا فقط یک زن؟ یکی اینکه اساسا چرا فقط یک زن رو به عنوان وزیر اعلام کردن، فعلا حتی انتخاب هم نشده؟ ببینید، اول یه نگاهی بندازیم به کل ادوار مجلس که تا به حال برگزار شده. ما چندین دوره انتخابات مجلس داشتیم که در کل این دوره ها تنها 78 زن موفق شدن کرسی های نمایندگی مجلس رو داشته باشن. وقتی که ما میبینیم در سطح نمایندگان مجلس، که خب به هر حال اینها رو گفته میشه، یعنی ادعا میکنن مقامات جمهوری اسلامی که اونها رو مردم انتخاب میکنن، هرچند که یک فیلتری وجود داره از بین گروه های در واقع تایید صلاحیت شده ای که انتخاب میشن از طرف نهادهای نظارتی، مردم
میتونن از بین اونها افرادی رو انتخاب بکنن. ما به طور کلی 78 تا زن، حالا اینکه این چه نوع، چه زنانی بودن، چه دیدگاهی داشتن، چه زاویه نگاهی به مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و کلان کشور داشتن بماند. در حوزه وزارت هم همینطوره. ما معمولا وزارتخانه هایی رو دیدیم که در اختیار زنان قرار گرفتن که تا حدی در واقع حوزه های زنانه به حساب می آمده. الان آیدا جان اشاره کرد به مسئله صنعت. مسئله صنعت در ایران همواره حوزه مردانه بوده و هیچ وقت زنان موفق نشدن در طول 14 بیش از 14 گذشته در این حوزه اونطور که باید و شاید شایستگی هاشون رو نشون بدن. حوزه راه و ترابری هم همینطور هست. ببینید رشته های مرتبط با راه و ترابری، مهندسی عمران، سدسازی، معماری، اینها همه در انحصار و اختیار مردان بوده، نه اینکه زنان نتونن در این رشته ها تحصیل کنن. اتفاقا خانم فرزانه صادق که به عنوان وزیر راه معرفی شده، من فکر میکنم تنها شجاعت آقای پزشکیان در تمام دوره از زمان ثبت نامش در بین کاندیداها و مناظره ها و همه کارهایی که تا این موقع کرده، تنها شجاعتی که به خرج داده این بوده که نام ایشون رو در فهرست وزرای پیشنهادیش بذاره. و فکر میکنم تنها چالشش هم با نمایندگان مجلس بر سر همین خانم فرزانه صادق باشه، به خاطر اینکه اول اینکهشون در حوزه کاریش متخصص هست، جز معماران برتر شهرسازی رو میشناسه، از طرف یک فساد ستیزه، یعنی در واقع با مسئله فساد در شهرداری تهران به طور مشخص مواجه شده، افشاگری کرده، به خاطر این افشاگری از سمت قبلی که در دولت قبل داشته کنار گذاشته شده، یکی از منتقدان جدی سیاست‌های جمعیتی آقای خامنه‌ای، مسئله فرزندآوری، افزایش جمعیت شهر تهران، موافق با مهاجرت معکوسه، یعنی میگه که مردم باید از کلان شهرها به شهرستان‌ها و شهرهای کوچک و روستاها حتی دوباره بازگردند و خب متهم میشه به این که در واقع میخواد مردم رو از شهرهای بزرگ تبعید کنه، در حالی که نگاه و رویکرد درستی به مسئله رشد جمعیت در جغرافیای مرکز ایران داره. یکی از منتقدان جدی در واقع مسکن مهر بوده، همواره در همه دوره‌ها در مورد اینکه چرا نباید یک چنین طرحی هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ اجرایی در واقع به اجرا در بیاد، بسیار بسیار ایشون هم نوشته هم صحبت کرده و همیشه هم مورد حمله واقع شده. در نتیجه میخوام بهتون بگم که آقای پزشکیان اساساً اراده‌ای برای در واقع استفاده از زنان ندارند. ایشون روی کرد و نگاه خودشون هم یک روی کرده پدرسالارانه و قیم آبانه است. در همه اظهاراتی که خیلی هم سعی کرده مهربانانه نسبت به زنان در واقع مطرحشون بکنه، اون روی کرده مرد سالارانش در پس پشتش باعث شده که آدم ها بفهمن چطور فکر میکنه. مدام به فکر تربیت زنان بوده، مدام خواسته که اگر زنی بی حجابه ما اونو تربیت نکردیم، یعنی اصلا زن رو به عنوان یک انسان مستقل بالغ در واقع حاوی کنش و مؤثر نمیدونه، فکر میکنه که ما کمکاری کردیم، ما به عنوان مردان جامعه کمکاری کردیم. در نتیجه آقای خانم فرزانه صادق، من نمیدونم به چه شکلی، احتمالاً پیشنهاد اون شورایی بوده که باهاشون همکاری کردن، اما تنها چالش آقای پزشکیان هست و من دست کم فکر میکنم آقای پزشکیان خیلی صراحتاً در تمام صحبتهایی که کردن معین کردن که در سیاستهایی که به طور مشخص آقای خامنه‌ای روی اونها اشراف داره، تأثیر میگذاره و مشخصشون میکنه، ورود نمیکنن بارها و بارها. و فکر میکنم یکی از تنها کسانی هستند که در طول همه این سالها در جایگاه ریاست جمهوری قرار میگیرن و صداقت به خرج میدن و میگن که من کاری نیستم و قرار روی خط مشی رهبری راه برم. نگاه رهبری هم که به مسئله قدرت گرفتن زنان در اجتماع مشخص است. البته در رابطه با صداقتشون چندان اعتماد نکنید، چون گفته بود که من اگر کاری رو نتونم بکنم یا بر من فشار آوردن که جلوی کار منو بگیرن، میام میگم و متاسفانه چیزی ندیدیم. خانم قجر، برخی از مقامات جمهوری اسلامی ضمن رد تبعیض جنسیتی مدعی شدند که ملاک حضور زنان تو جایگاه های مدیریت کلان شایسته سالاری است و نه ببخشید مرد سالاری. نظر شما تو این خصوص چیه؟ اگر توی 2-3 دقیقه بفرمایید ممنون میشم.
سعی میکنم. گفتین که تکذیب میکنم، من یاد در واقع حضور آسیب دیدگان جنبش ژینا در سازمان ملل افتادم که چشم در چشم مقاماتی بودن که اونجا بودن. از بین اون مقامات خانم مرضیه افخم اونجا بود که در واقع نخستین سفیر زن در تاریخ جمهوری اسلامی بود که سالا پیش در مالزی در واقع سفارت جمهوری اسلامی رو در دست گرفته بودن و اونجا جدا از اینکه هیچ کدوم حاضر به گفتگو مصاحبه نشدن و خب ماها رو مزدور و از این چیزا میدونستن، بلکه با کمال میتونم این کلمه رو استفاده کنم که وقاحت در چشم اون نیروهایی که اونجا بودن، افرادی که اونجا بودن از تمام ملیت‌ها میگفتن نه اصلا ما همچین چیزی نبوده، در حالی که کسایی مثل سیما مرادبیگی، کسایی مثل مرسده شاهینکار، دخترها پسرها اونجا بودن، چشمشون کور شده بود، دستشون ناتوان شده بودش و اینا به صراحت تکذیب میکنن. کاری نداره برای جمهوری اسلامی تکذیب کردن، چون به هیچ نهاد بالادستی پاسخگو نیست. مثلا اتحادیه اروپا نیستش که بخواد یه دفعه اتحادیه اروپا بخواد پرسش کنه از دولت یک کشوری که شما این کاری که دارین میکنین دروغگویی، جنایت، فساده و به راحتی میتونه هر کاری که دلش میخواد بکنه. تکذیب کردن در واقع دم دستی ترین و راحت ترین چیزیه که جمهوری اسلامی ازش در واقع استفاده میکنه. اما این بخش اول سوالتون، بخش دوم میشه بگیم؟ من رفتم توی اون بخش، یادم رفت. خواهش میکنم. این که ادعا داره نظام جمهوری اسلامی که اساسا مبتنی بر شایسته سالاری است و نه مرد سالاری. مرسی، ببخشید. این هم جزء یکی از اون ادعاهایی که انجام میده. اما بذارید من برگردم یه ذره عقب‌تر راجع به مثل بخش اول صحبتی که داشتیم. میاد میگه شایسته سالاری. پس در واقع داره میگه که در ایران زنان شایسته برای نهادهای مثل نهادهای قضایی، مثل مجلس، مثل دولت و اینا هیچ کدوم وجود نداره و مردانن که شایستگی همچین چیزی رو دارن. خانم دهکردی به مسئله خامنه‌ای اشاره کرده، هم تو خانم فنایا. شما اگه برید توی سایت آقای خامنه‌ای بخش یا تلگرامش، یه بخش داره زن ریحانه است و اون تفکریه که آقای خامنه‌ای و سیستم جمهوری اسلامی روی زنان دارن. زنانی که باید نقش همسر خوب داشته باشن، فرزند رو تربیت کنن، خانه براشون مکان اول کار و جهاد، حتی که اون یه بحث مفصلیه. یعنی شما کاملا با رویکرد اینها مواجه هستین. اما یه مسئله دیگه هست که من همواره دوست دارم اشاره کنم و اینو نقدش میکنم و اونم نگاه در واقع جریان‌های اپوزیسیون زنان هم هستش. وقتی شما میاد شایسته در متن بحث شایسته سالاری، وقتی میای نگاه میکنین به اپوزیسیونی که حالا در واقع جهت خاصی رو نمیخوام بگیرم این وسط، اما نیروهای خیلی متعهد، خیلی وطن پرست، خیلی اتفاقا با نگاه های برابر میان جلو، میگن آه پس ما زنام داریم، یا نه این حوزه اقتصاد ما کسی رو نداریم تو زنها. متاسفانه این بخشی که این بحثی که ما داریم انجام میدیم کاملا جمهوری اسلامی بر یک بستر آماده سواره و اون رو میپرورونه. وقتی میرین کنفرانس میبینیم میگن آه ما زنی رو آوردیم بشه اینجا مدیر این میزه گرد، زنها تعدادشون همواره کمن. من یه آخرین جمله رو بگم. سالها پیش وقتی جنبش زنان کمپین تغییر چهره مردانه مجلس رو پیش بردش، خیلی ها اصلا به موفقیتی که میخواست و مد نظر خودش بود نرسید، برای اینکه اصلا سیستم همون سیستم اینه که مردها تصمیم بگیرن، مردها بیان جلو و داره میگه ما شایسته نیستیم، زیر ساخت آماده کنیم که زن شایسته بشه، حتی حاضر به شناخت و پذیرش اون هم نیستش که بخواد بشناستشون. این همه زنان تاثیرگذار در داخل ایران هستن، این همه زنان فعال هستن. نکته بسیار خوبی رو اشاره کردی، چون واقعیت این هستش که خب به حال لازم هست که ما آنچه که داره در جمهوری اسلامی در کشور ما میگذره رو مورد بررسی قرار بدیم از دیدگاه های مختلف و البته خب واقعا انتظاری نمیره از جمهوری اسلامی، اما از کسانی که مدعیان به عنوان مخالفان یا داخل گیوم اپوزیسیون، متاسفانه تا حد و کم و بیش همین منوال هست. بسیار ممنون از نکته خوبی که اشاره کردید و واقعا باید تجدید نظر کرد و مورد بررسی قرار داد، چون در واقع آینده از آن به حال مخالفین جمهوری اسلامی است که باید دید که به نفع مردم چگونه میتوانن عمل کنن. خانم فناییان، شورای نگهبان تا کنون صلاحیت هیچ زنی رو به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری تایید نکرده. تو رده های مختلف قدرت سیاسی هم ما میبینیم تو جمهوری اسلامی کم بیش همین اوضاع احواله. چگونه است که مقامات جمهوری اسلامی مدعیان که این خود زنان هستن که پا پیش نمیگذارن و کاندید نمیشن؟
نگاه جمهوری اسلامی به زنان از همون ابتدا یک نگاه فقهی سنتی و پر از محدودیت بوده، یعنی تمام تلاشش رو کرده در تمام این مدت پشت قوانین فقه در واقع مخفی بشه و مثلا توی تمام این سالها با اون ابهام و بلافکلیفی که تو واژه رجل سیاسی داشته و اون تعبیر مردانه‌ای که ازش کرده، مثلا زنان رو بیاد از در واقع کاندیداتوری ریاست جمهوری کنار بگذاره و بهشون اجازه نده که وارد این رقابت ها بشن توی و از تمام حوزه های سیاسی و نهادهای قدرت اینها رو دور نگه داره تا اونجا که توانش رو داره. توی تمام مجلس هم که خانم دکوردی هم اشاره کردن، ما بالاترین تعداد زن رو در مجلس دهم داشتیم که 17 تا زن از 290 نماینده در واقع نماینده مجلس کرسی ها رو گرفته بودن، که این تفاوت خیلی فاحش و خیلی زیادی که وجود داره خودش نشون دهنده اینه که چه تلاشی شده که با استفاده از اهرم در واقع فشار قانون بیان و زنان رو تا جایی که میتونن وارد بازی سیاسی نکنن، به گفته به تعبیر بسیاری از مردانی که در این زمین صحبت میکنن، و چرا که به نظر اونها در واقع اصلا زمین بازیشون حساب نمیشه. و در واقع این رو در تمام این رو در انحصار این سیاست و در انحصار مردان قرار بدن. از توی این سالها تلاش شده حتی با فرهنگسازی های جدی در کتاب های درسی، در صدا و سیما برای کودکان به شدت این تفکر که حالا خیلی هم دور نبود از جامعه ایران، ولی این تفکر رو باز بازسازی و بازسازی کنند و جا بندازند که جای زن در واقع در خانه است، شغل‌هایی که برای زنان است. مثلا در کتاب‌های درسی می‌بینیم شغل فقط معلمی و یا مادری که داره خرید می‌کنه، ولی کارهای دیگه همه در واقع مربوط به مردان هستن که در تمام شغل‌هایی که شغل‌های حالا مدیریتی حساب میشه معمولاً مردان هستن. اگر حتی فیلمی تهیه میشه از اینکه زنی قرار است مدیریتی رو به عهده بگیره، حتی اون دچار موقعیت‌های طنز میشه. از اینکه تمام اون تلاش‌ها انجام شده تا اون فرهنگ‌سازی به شکلی صورت بگیره که زن به اون نقش و مدلی که جمهوری اسلامی و زن ایرانی مسلمانی که از اول قصد داشته جا بندازه و تبدیلش کنه، تبدیل بشه. گرچه این سیاست‌های محدود کننده مشخصاً جواب نمیده، ما ببینیم در تمام وقت‌هایی که فضا یک اندکی حتی باز شده، کوچکترین روزنه‌ای بوده، زنان تلاش کردن که به سرعت خودشون رو در واقع همدیگر رو پیدا کنن، گروه‌های تشکیل بدن، کمپین‌های تشکیل بدن و شروع کنن به فعالیت و دعوت از زنان دیگه به هر شکلی، حتی در شکل‌های خیلی کوچیک، برای اینکه بیان و وارد اونها رو تشویق کنند که تمام زنان رو بیان وارد فضاهای سیاسی بشن، وارد مشارکت‌های حتی کوچیک سیاسی بشن. در همین 10 سال گذشته مثلا کمتر جنبش و تجمعی بوده که شما میتونید حضور زنان در اون به چشم نیاد به شکل فاحشی. در آخرین اتفاق در جنبش زن زندگی آزادی ما میبینیم که اصلا موتور محرکه و اون نقش اصلی رو زنان و دخترانی داشتن که داشتن به حق برای حق ابتداییشون در واقع اعتراض میکردن، و همچنان همونطور که خانم دکوردی گفت شاید از طرف مردان، شاید در ابتدا مردان رو همراه خودشون کردن و با اونها همراه شدند، اما الان میبینیم که زنان همچنان بعد از گذشت 2 سال درگیر موضوع هستند و همچنان ادامه میدن و از این در واقع خواسته و مطالبهی که داشتن کوتاه نیومدن. گرچه به نظر میاد که زنان برای نفوذ به این ساختار و شکستن این ساختاری که شکل گرفته، خب تو تمام این سالها خیلی سد قوی که ساخته شده، برای شکستن اون واقعا راه سختی رو در پیش دارن، کار ساده ای نیست، اما جمهوری اسلامی هم کار آسونی در برابرش نیست. زنانی که امروز به واسطه تمام تلاش هایی که در سالهای گذشته شده، یعنی فعالینی که تلاش کردند از اونجا و به این نقطه رسیدند و امروز زنانی آگاه و مصمم داریم برای تغییر این شرایط، جمهوری اسلامی هم کار آسونی در پیش نداره که بتونه اینها رو در همون قالبی که همیشه مطلوب خودش بوده نگه داره.
دقیقا درسته. اشاره کردید به حضور پررنگ زنان در جنبش های اعتراضی. همین الان مشاهده این هستیم که پرستاران در سطح کشور در اعتصاب و اعتراض هستند و زنان واقعا حضور بسیار مشخص و پررنگی دارند. ولی امروز من اخبار رو دنبال می کردم، تنها پاسخی که در واقع به این اعتراضات داده شده، گویا وزیر بهداشت یک نامه نوشته به بیمارستان ها که از پذیرش بیماران غیر اورژانس خودداری کنید. من نمیدونم این چه پاسخیه به اعتراضات به حق در واقع زنان یا اصلا کلا پرستاران، به ویژه زنان. چرا؟ برای اینکه اگر بچه‌ای رو تو مصاحبه‌ای که دارن، شما اگه ببینید ویدئویی که دارن، زنی که بچه‌اش مریضه و نمیتونه در یک پاس یک مثلا پاسی توی مثلا کار شیفت کاریش شرکت کنه، مشکلات بسیار متعددی داره. خانم دهگردی، شمار نمایندگان زن در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی بسیار ناچیز بود، همونجوری که خودتونم توی پاسخاتون اشاره کردید. چرا سهم زنان از کرسی‌های مجلس تا این اندازه واقعا پایینه و آیا این مردم هستن که مایل نیستن از میان زنان نمایندگان خودشون انتخاب کنن؟ من یه اشاره کردم توی سال قبلی، اینکه ما 11 دوره انتخابات مجلس داشتیم که از مجموع زنانی که کاندید شدن و تایید شدن و در واقع رأی آوردن، 78 کرسی در کل این ادوار مجلس به زنان رسید. حالا این زنان چه کسانی بودن؟ اولا که فقط حوزه‌های انتخابی تهران، یعنی استان تهران و برخی شهرهای اطراف تهران و استان اصفهان بودن که تا امروز نماینده زن داشتن. البته فکر کنم یکی دو دوره مثلا شیراز هم نماینده زن داشته، ولی یک سری از استانها من اسم میبرم: خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خوزستان، قم، کهگیلوی بویراحمد، گلستان، مازندران، هرمزگان و یزد تا به حال هیچ نماینده زنی نداشتن. نه اینکه زنی نبوده که کاندید بشه، زنانی که کاندید شدن یا از فیلترهای در واقع نظارتی عبور نکردن و یا حالا رأیشون به قدر کافی نبوده. حالا در مورد همین زنانی که وارد مجلس شدن، ببینید ما در مجلس ششم، هفتم، هشتم، نهم، من خاطرم هست انقدر گروه های محافظه کار در مجلس تعدادشون زیاد بود که اساسا حضور زنان در حاشیه بود، یعنی ما هیچ اکت و کنش مؤثری نمیدیدیم. نه اینکه انجام نشه، اونها تلاش خودشون رو میکردن. من خاطرم از سال 79 فراکسیون زنان اتفاقا با در واقع حضور خود آقای عارف کارش رو آغاز کرد و از اون موقع تا امروز همیشه هم بوده، حضور داشته. یعنی زنان مجلس فارغ از اینکه در از چه حوزه‌ای انتخاب شدن و چه نوع نگاهی دارن، در فراکسیون زنان دور هم جمع می‌شدن و مسائل مرتبط با زنان رو سعی می‌کردن روش اتفاق نظر داشته باشن. اما ماجرا اینجاست که خود این زنانی که وارد مجلس میشن چه رویکرد و تفکری دارن؟ آیا اونها نماینده همه زنان ایران هستند؟ بخش بزرگی از زنان ایران که در ساختار و ایدئولوژی و نوع نگاهشون به سبک زندگی با جمهوری اسلامی در تضاد و تقابلن و حتی نه مخالف، فقط منتقد هستن، در بین این زنان هیچ نماینده‌ای ندارن. من به خاطر دارم خانم مینو خالقی از حوزه انتخابیه اصفهان وقتی که انتخاب شد چطور همه دست به دست هم دادن، تمام کسانی که حالا یا در مجلس بودن یا رقباش بودن و قرار بود به جای او اگر کنارش بزنن وارد مجلس بشن، چطور تلاش کردن با سوء استفاده از زندگی شخصی و سبک زندگی متفاوتی که داره او رو کنار بزنن و موفق هم شدن. بنابراین میتونیم بگیم که هم بخش بزرگی از جامعه هنوز به خاطر همون در واقع مقاومت سالیان طولانی که نظام پدرسالار داشته برای قدرت دادن به زنان، تو ذهنش هنوز امکان و توان این رو پیدا نکرده که زنان رو به عنوان نماینده خودش قبول بکنه. اما بخش بزرگی هم که در اختیار جامعه نیست در دست قدرته، یعنی نهاد قدرت هم یا اجازه نمیده اساسا زنان وارد این دایره بشن یا اون زنانی رو وارد دایره کنه که به هر حال از نظر فکری و نگاه سیاسی اجتماعی اقتصادی به دایره قدرت نزدیکن و در واقع او رو نمایندگی میکنن، نه نماینده مردم و اقشار جامعه باشن. در واقع به نظر میاد که مردم و حاکمیت تو دو تا دنیای موازی که هیچ ربطی به هم نداره دارن زندگی میکنن. اشاره کردید به زنانی که از فیلترهای مخصوص میگذرن و مورد تایید قرار میدن. خاطرم هست که شاید
ده سال پیش بود یا کمتر یا بیشتر که بحث ازدواج با فرزند خوانده پیش آمد و متاسفانه این زنان توی مجلس بودن که رأی مثبت دادن به این لایحه. متاسفانه خانم قجر، به گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا، آمارهای مربوط به مشارکت سیاسی من از رو میخونم که دقیق بخونم این عددو، زنان تو ساختار قدرت تو جمهوری اسلامی در سال 2023 میلادی، این آمار خود نظامه، یعنی یکی از رسانه های حکومتیه، تو حوزه نمایندگی مجلس 5.6% و 94% متعلق به آقایان بوده. به عبارت دیگه بر اساس شاخص های برابری جنسیتی، شکاف جنسیتی نزدیک به 89% در کل مجموع ساختار قدرت سیاسی تو جمهوری اسلامی برآورد شده و 89% برآورد شده. این در واقع علل این شکاف عمیق جنسیتی بعد از 46 سال چیست؟ من فکر می‌کنم همین اولین بار باشه که ایران در مورد در واقع زنان ایرانی در این شکاف جدول شکاف‌های جنسیتی که به شکل ارگان‌های جهانی همون رو رصد می‌کنن، سالانه آمار میدن، انقدر بالا بوده باشه. همواره این سیستم ضد زن معتقد به راندن زنها، همواره نظر شکاف جنسیتی در دستمزد، در بازار کار، نمونه‌هایی که امروز صحبت کردیم، در قوانین، حتی در سنت‌هایی که فرهنگ سازی علیه ضد ارزش ها انجام نشد بلکه در پرورش ضد ارزش، یعنی زن باید فرودست باشد، قدرت تصمیم گیری ندارد، به درد تصمیم گیری های کلان کشوری نمیخورد، همه اینها رو میبینیم که وقتی جمع بکنیم کنار هم بذاریم. شما نگاه کنین در مورد قانون، زن حق طلاق نداره، خشونت خانگی جرم نیستش، پدر میتونه بچه‌ش رو بابت مسائل توی گیوم ناموسی در واقع بکشه و بعد چند سال بره زندان بیاد بالا، چون حق قیمومیت داره، برای حق قیم او محسوب میشه. دو چرخ سوار نشن، آزاد توی ورزشگاه وارد نشن، پوشششون اجباری، آدم کشته شد به خاطر پوشش اجباری که سر زنها بوده. وقتی همه اینها رو میارین کنار هم میذارین و بعد بر اساس اون ساختاری که کنترل نیمی از جامعه رو به راحتی با مسئله کنترل زنها پیش میبره، به هیچ عنوان حاضر نیست این رو بیاره در سیاست، چون میدونه تو خانوادهش میبینه، دخترای خودشون رو میبینن که لزوما این دخترا کسایی نیستن که بخوان مثل کپی برابر اصل پدرها، یا حتی شما با دخترای مواجهی که در شهر قم که دیگه مرکز در واقع روحانیت هست، اینها شروع کردن ساختار شکنی مقابل خانواده‌های خودشون. میدونن که در خانه برای پیشبرد زندگی زنشون در واقع، حتما دارم از اون نگاه اونها میگم، باید بتونه اورگانایز کنه، مدیریت کنه. حالا بیان بگن که بیاین در سیستم سیاست جمهوری اسلامی و بیاین شما رهبری تصمیم گیری بگیرید، میدونن این کنترل از دستشون در میره، قدرتشون شکست میخوره اگر زنها بخوان قدرت بگیرن، در نتیجه ایدئولوژیشون تحت خطر قرار میگیره. من فقط یه نکته رو اینجا بگم، شکاف جنسیتی که هیچی، ما الان جامعه جنبش زنان ایران و کنشگران ایران دارن در مورد آپارتاید جنسیتی در موقع درباره جمهوری اسلامی حرف میزنن. من توی در واقع پارلمان اروپا در بعد از همین داستان قبلش بود، مال ارائه کردن گزارش کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون حقیقتیاب، از اونجا که بحث بودش همین بحث رو داشتیم و به راحتی در واقع اونها این مسئولیت جمهوری اسلامی و این چیزی که دارن جمهوری اسلامی گفتن، شما میتونین از گزارش کمیسیون استفاده کنین برای اینکه مسئله آپارتاید جنسیتی رو پیش ببرین، چون قابل راه‌های حقوقیش، مکانیزم‌های حقوق بین‌الملل به شما اجازه میده اینو پیش ببرید. ما داریم از جمهوری اسلامی حرف می‌زنیم که در همین جنبش زن زندگی آزادی، کمیسیون حقیقت‌یاب که 3 تا وکیل برجسته جهانی هستند که در حوزه‌های مختلف آپارتاید، در حوزه‌های مختلف جنایت کار کردن و اومدن بعد بررسی‌ها جمهوری اسلامی به جنایت علیه بشریت در این دوره متهم کردن و یک بخش اصلی تحقیقات اینها روی مسئله زنان بود.
بوده. ما وقتی با این ساختار مواجهیم مسلما شکاف جنسیتی به حد اکثر خودش میتونه برسه. البته هنوز مثل افغانستان و طالبان نیست، یه ذره شیکتر قضیه، یه ذره فضاش متفاوت تره، ولی میبینیم که طبیعتا این ساختار شکاف جنسیتی رو با حد اکثر نیرو اتفاقا تحمیل میکنه که بتونه کنترل و دیکتاتوری خود، خودکامگی خود، تمامیت خواهی خودش رو به پیش ببره. در صورت پذیرش قدرت زنان، خودش از اون مسند قدرت میاد پایین. مواردی که به مواردی که شما اشاره کردید میخواستم اینم اضافه کنم که به نظر من خیلی اساسیه و اون سن مجازاتی کیفری برای دختران هست که 9 سال هجری است اگر اشتباه نکنم که میشه مساوی با 8 سال و فکر کنم 11 ماه خورشیدی و این واقعا فاجعه است. و بحث آپارتاید جنسی که جنسیتی که اشاره کردید، یک بخش این مبارزه توسط زنان داره از داخل زندان ها، زنانی که توی زندان هستند زیر فشار مستقیم و زیر سرکوب هستند داره هدایت میشه که واقعا قابل ستایشه. خانم فناییان، آخرین سوال از شما. آقای فلاحت پیش رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی گفته بعید میدونه که همین یک وزیر اعلام شده هم این کاندیده که به اصطلاح آقای دولت پزشکیان اعلام کرده تایید بشه و این جملت خودشون این هستش که مجلس دندان تیز کرده که تنها زن کابینه را راه ندهند. این تناقضات از درون خود رژیم داره میاد بیرون، ضد انقلاب داخل گیومه نمیگه. چرا واقعا مجلس، اگر این چیزی که به اعتراف خود ایشون آقای فلاحت میشه، چرا واقعا مجلس در برابر چنین مسئله میسته؟ مجلسی که به حال میدونیم که از سوی چه کسانی به طور مشخص این نماینده ها میرن اونجا. بفرمید. این مجلسی که قرار است در واقع این رأی اعتماد رو به وزرا بده، خب حالا اصلا جدا از اون خط و مشهایی که دارن و اون نظراتی که دنبال میکنن و حالا واضح هست، باز دوباره میخوام روی این رو بگم که چون به نظرم داره اهمیته که از این 290 نمایندهی که دارن 14 نفرشون فقط زن هستن توی این مجلس و اون 14 نفر هم همون زنانی هستن که اتفاقا تمام همواره کمک بودن به تمام قوانینی که قرار بوده بر علیه زن اجرا بشه، مثلا مثل همون لایحه برای ازدواج با فرزندخوانی که شما اشاره کردید، لایحه حمایت از خانواده. بیشترین کسانی که در واقع اینها رو تلاش کردن برای تصویب باشون، برای بردن و آوردنشون، تنها کارهایی که تقریبا کردن این نمایندگان زن مجلس در واقع کمک به تصویب قوانینی بوده که معمولا در زمینه زنان تصویب شده و ضد زن بوده. حالا این مجلس با این ترکیب و با این تعداد زنان و با زنانی با چنین رویه‌ای در واقع قرار است که رأی اعتمادی بدهد به کابینه که تنها یک نفر از اونها زن هست و خیلی عجیب نیست که بیاد و خط و نشان بکشه و یا به قول خود دندون تیز کنه برای اینکه حتی همون یک زن هم نتونه این پست وزارت رو بگیره. ما توی میدونیم که تا الان فقط یک نفر تونسته در واقع موفق شده که یک زن تنها موفق شده که برای وزارت در واقع سمت رو به دست بیاره، رأی اعتماد بگیره. توی تمام این مدیریت نهادهای انتصابی هم مثل قوه قضاییه، مثل شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تا به حال هیچ پای هیچ زنی باز نشده، یعنی تمام درها، تمام اون اقامهای فشار قانونی به نحوی بسته شده که زنان به هیچ کدوم از اینها راه پیدا نکنند. بنابراین این گفته های آقای فلاحت پیشه به نظر نه خیلی عجیبه و نه خیلی دور از انتظار بوده. این حالا شاید اسمش تناقض نشه گذاشت، ولی این عدم هماهنگی هایی هم که گاهی در داخل نیروهای حاکم دیده میشه، چون میگم عدم هماهنگی به خاطر اینکه من به یاد ندارم کسی در واقع مخالفت کرده باشه با کل این با این نبود عدالت جنسیتی به طور کل و خاص درخواستی داده شده در داخل حاکمیت برای
برابری جنسیتی کامل. بلکه گاهی بعضی هاشون میان و تلاش میکنن و حالا لایه هایی میدن، حرف هایی رو میزنن در جهت اینکه یک مقداری از اون فشار کم بشه و معتقدن که حالا مثلا یک کارهایی رو هم میشه برای زنان کرد، یک مسیرهایی رو هم حالا اندک میشه باز کرد، که ولی با اونها هم ما معمولا دیدیم نتایجش نتایج مثبتی نبوده، اغلب یا سرکوب شدن یا اصلا کلا کنار گذاشته شدن. در دوره آقای روحانی مصوبه دولت برای سهمیه 30% به زنان با حکم دیوان عدالت اجاری باطل شد و کلا کنار گذاشته شد. یا مثلا کمپین هایی که خود زنان را انداختن و گروه های در دوره های مختلف را انداختن، مثل همون کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، خیلی سریع باهاش برخورد میشه، سرکوب میشه در واقع و اصلا حالا ازش بازداشت و احضار میشن. و به طور کلی این هر آنچه مربوط به زنان و مسائل زنان میشه خیلی سریع به یک مسئله امنیتی و مسئله سیاسی امنیتی تبدیل میشه و به مسئله سیاسی امنیتی تبدیل میشه و به نظر میاد اینقدر پاشنه آشیل جمهوری اسلامی شده که حاضر نیست حتی یک قدمی ازش کوتاه بیاد، چون میدونه با یک قدم خیلی شاید کوچیک که به عقب بره با توجه به شرایطی که داره، با توجه به شرایطی که زنان دارن و آمادگی که در اونها هست، یک قدم حتی خیلی کوچیک به عقب اون رو تا انتها به عقب هل میده. بنابراین خیلی سفت، خیلی محکم و قوی وایستاده واسه اینکه اون یک قدم رو به عقب نده. اشاره کردید به بحث اینکه چه تعارضات وجود داره. من خاطرم هست که بحث سند 20C که مطرح شده بود که اساسش بر مبنای برابری جنسیتی هست و بحثم فقط روابط جنسی و غیره نیست، بحث عدالت اجتماعی، بحث‌های اقتصادی، مشاغل و قصه لحاظ آموزش. و خامنه ای صریحا تو یکی از سخنرانی‌هاش گفته بود که غرب سند 23 رو گذاشته، ما مخالفت میکنیم برای اینکه میخواد جوانان ما رو همجنسگرا کنن. من نمیدونم چه ربطی داره. درست یاد اون واکسن های کرونا میافتیم که میگفتن اینو نزنید مال آمریکا و نمیدونم اروپا رو، که یه وقت خدایی نکرده همجنسگرا نشوید. به حال اصلا مهمان عزیز بسیار متشکرم که در این برنامه شرکت کردید. خانم ها مریم دهکردی، روزنامه نگار، عضو تحریریه ایران وایر از ترکیه، خانم آیدا غجر، خبرنگار ارشد ایران وایر از فرانسه، و خانم فاطمه فناییان، روزنامه نگار فعال حقوق کودک از ایتالیا. از هر سه مهمان عزیز واقعا متشکرم، وقت گذاشتن و در این برنامه حضور داشتن. در اینجا برنامه ما به پایان رسید. همراهان عزیز از اینکه با ما و در کنار ما بودید سپاسگزارم و روز و روزگار بسیار خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.